درود فروان خدمت شما عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز دوشنبه پنجم دی ماه و همونجور که مشاهده میکنید شاخص کل 0.8، شاخص کل هموز 0.9 و صنعت 1% امروز مثبت بودن. این در حالیه که قیمت دلار هم به صورت افزار گسیخته در حال افزایشه و بدون وقفه هر روز داره بالا میره. الان تتر نسبت به دیروز حدود 600 تومان افزایش داشت، امروز الان 41795 تومان، تو این لحظه شد 41806 تومان تا 41900 تومان. هم من قیمت تتر را امروز دیدم روی تابلو و نسبت به دیروز حدود 500-600 تومان افزایش داشته که این بیانگر افزایش قیمت دلار در بازار آزاد هست. سکه هم میبینید که الان 20,653,000 تومنه که نسبت به دیروز حدود 400,000 تومن افزایش را نشون میده. این در حالیه که امروز اونس جهانی طلا تعطیله به خاطر تعطیلات کریسمس، بازارهای جهانی به اصطلاح یک وقفه‌ای دارن. برخی از بازارها امروز ساعت 11 شب به وقت اروپا باز میشه و خب عملاً کارایی چندانی نداره، در واقع صبح نیویورک یعنی فردا اصل میشه دیگه برای اینو بازارها. و بعد چون آخر سال هم هست، الان بازار فارکس هم اینجوریه دیگه، یعنی امروز تعطیله. کارگزاری آلپاری، بروکر آلپاری امروز ساعت 11-12 شب کارشو شروع میکنه تا جمعه ادامه داره. شنبه یا شنبه که خب به خاطر یک ژانویه تعطیل بازارهای جهانی که خورده به شنبه یک شنبه که همیشه تعطیل بود، باز مجددا دوشنبه هفته آینده یه مقدار تقلقه. یه جورایی میشه گفتش که کلن بازارهای جهانی از سه شنبه هفته دیگه را میفته، یعنی حالا درست سه شنبه از فردا عملا باز میشن، ولی خب مثلا اون هفته آخر اسفند خودمونه، اون هفته آخر اسفند ما هم بازارها خیلی به هم ریخته و نمیشه تشخیص داد که الان مثلا افزایش قیمت یا کاهش قیمت ناشی از افزایش تقاضا هستش یا هیجان سال نو. در هر حال توی این گیرادار در کشور ما مثل این که فعلا همه چیز افزایشی هستش و خب این قضیه باعث شده که مسئولین ما هم یک واکنش نشون بدن، ولی واکنش مسئولین به مانند گذشته همون واکنش های فقط حرفیه و صحبت هایی که آقا اینا حباب و کم میشه و نخرید و این صحبت هاست که تجربه اینا رو قبلا ما دیدیم. یک زمانی اون به صلاح قبلی ها میادن همین حرف ها رو میزدن دیگه، میگفتن که آقا قیمت واقعی دلار، یادم روحانی اومد گفتش که قیمت واقعی دلار الان 16000 تومانه، دلار 24000 تومان باید یادتون باشه، اومد گفت 16000 تومانه و ما یک به اصطلاح ذخیره خیلی بزرگ دلاری داریم که اگه این ذخیره بزرگ دلاری رو بریزیم توی بازار اینها قیمتاش میاد پایین. الان چند وقت پیشم خب رئیسی اومد همین حرفا رو زد، ما تونستیم خیلی خوب عمل بکنیم توی این یک سال و ذخایر دلاریمون خیلی خوبه، ولی هر روز می‌بینیم که بازار دلار بی‌ثبات‌تر میشه و الان سر و صدای نمایندگان مجلس هم در اومده. وزیر اقتصاد گفته که طرحی داره که این سفته بازی و سوداگری بازار ارز رو باید جمع بکنه، یعنی سه تا عامل رو الان ناشی افزایش قیمت دلار گفتند. یکی ناآرامی های اخیر رو گفتن، یکی سفته بازی و سوداگری تو بازار ارز را گفتن که این دلایلش بوده، و یه عامل دیگه هم بود، یعنی همینجور بهانه های الکی، یعنی نگفتن آقا ما داریم پول چاپ میکنیم، ما اومدیم نقدینگی رو افزایش دادیم، عمل کرده به اصطلاح تیم اقتصادی ما ضعیف هستش، همش میندازن گردن اینا اون دیگه. از طرفی یکی از نمایندگان هم اومده گفته که به اصطلاح رئیس بانک مرکزی اعتقاد بر این داره که قیمت دلار باید واقعی بشه. این در حالیه که خب اگه بخواد واقعی هم بشه که خیلی بیشتر از این میشه،
نرخ خودرو رو هم که وزیر سمت تابع قیمت ارز دونسته تو این چند روزه که قیمت خودرو هم داره میره بالا، اینجا گفته در تیم اقتصادی دولت شاهد به هم ریختگی هستیم. خلاصه تیمی هستن دیگه، برای خودشون هر کدوم دارن یه چیزی میگن و متاسفانه الان همه دولت ها وقتی که به این نقطه میرسن در بحث دلار حرفاشون یکسان میشه. در سال 1390 بهمنی رئیس کل وقت گفته بود که آقا قیمت دلار 1000 تومانه، واسه دلار مردم 1000 تومانی بخوان، که سال با 1200 تومان پایان رسید و 1226 تومان را آخر کار اومد اعلام کرد، تقریبا 20 درصد بالاتر از اون چیزی که خودش صحبت کرده بود. و این داستان ادامه داره، بورس هم که میبینید الان در حال یه رشد خیلی خوبی را در شاخص کل شاهد بودیم از وقتی که این قیمت دلار به این صورت بوده. این اندازه رشدش اندازه‌ایه که توی آبان اومدیم بالا، یعنی الان دقیقاً رشدی که ما در آبان داشتیم از 4 آبان شروع شد و تا 21 آبان ادامه داشت، اندازه همین رشدیه که از 20 مرداد شروع شده و تا امروز هم ادامه داشت. اتفاقی که افتاد یک اصلاح زمانی بود، یعنی الان میتونیم منتظر یه حداقل اصلاح زمانی باشیم، شاید یه مقداری بالاخره این عددی که بهش خیلی نزدیک هم شدیم، یعنی 1,600,000 بتونه ترمز بورس رو بکشه. اگر که این عدد رو هم بورس موفق بشه رد بکنه، خب بعدن به سمت اون 2,000,000 که مقاومت بعدیش حرکت خواهد کرد. ولی الان نگاه بکنید این عدد 1,600,000 یک بار 6,400 ما تقریبا بهش رسیدیم، حالا 1,590,000 یک بار هم همین امسال برج دوی امسال به 1,600,000 که بورس رسیده یه اصلاح انجام داده. یعنی حالا از نظر روانی ما احتمال اصلاح، حداقل اصلاح قیمتی را مانند همون چیزی، بخشی اصلاح زمانی را مانند اون چیزی که در ابتدای آذر ماه و انتهای آبان ماه رخ داد، یه چیزی بوده 20 روزی این اتفاق افتاد، میتونیم داشته باشیم. و اگر این اتفاق نیفته و بتونه این مقاومت 1,600,000 رو با قدرت رد بکنه، مقاومتی نداریم تا حدوداً 2,000,000. و ببینید 2,000,000 هم در هر حال یک عددی هستش که هم از نظر روانی و هم از نظر حالا عددی میتونیم بگیم ایستگاه بعدی بورس خواهد بود. بعید به نظر میرسه که این سری مجدد بورس بخواد به کف کانالی که ساخته برگرده. این کانالی که تقریبا از سال 1400 شروع شده و من قبلترش کاری ندارم، اگه باید کانال تقریبا خونسا هم در نظر بگیریم، همچنین که مشاهده میکنید 1,200,000 عددی بوده که 11,400 و همین امسال هم تا حدوداش اومد و واکنششون داد به سمت بالا. بعید به نظر میرسه که دیگه بخواد به قبل برگرده، چون که در هر حال قیمت دلار به قبل برنمی کرد. یعنی اینجایی که ما الان داریم ازش صحبت کنیم، سال 1400 دلار زیر 30,000 تومان بوده، دلار 26,000 تومان بوده، الان دلار 40,000 تومان. خیلی اینها زرنگ باشن بتونن قیمت دلار رو همین قیمت مهار کنن، یا دیگه شاهکار بخوان بکنن اینه که قیمت دلار رو برگردونن مثلا به 36,000 تومان. روی 36,000 تومان اگر که قیمت دلار رو تثبیت بکنن، واقعا کار مهم و بزرگی انجام دادن. یعنی صحبت بکنم که من بعید میدونم بتونن از این کار رو بکنن، یا حداقل از این مدل ارزه ها داشته باشن که اینگونه بخوان عمل کنه. حالا باز این کف را اینجوری هم بخوایم در نظر بگیریم فرق نمیکنه، یعنی دیگه بعید میدونه به نظر میرسه تا 1,300,000 هم حتی این شاخص کله بخواد برگرده پایین، حداقل به زودی، مگر اینکه واقعا یه شوک
عجیب غریبی به بازار وارد بشه، بله اون امکان وجود داره، ولی حالا انتظار داریم که یک اصلاح داشته باشیم، حالا یا قیمتی یا زمانی. اگر قیمتی هم باشه این 1,400,000 دیگه ملاک ما میشه، به خاطر اینکه همونجوری که مشاهده میکنین یک بار اینجا یعنی 5,10,400 هم به 1,400,000 واکنششون داده. همین واکنش مهمترین واکنشی هستش که داریم، که برج 8 و 9 داشتیم و یه مدتی اصلاح زمانی روی 1,400,000 اتفاق افتاد. بنابراین الان میتونیم بگیم که کانالمون اینه، این بالاییه 1,600,000 تا 1,400,000 انتظار ما هستش که فعلا توی این شرایط اینها نقاط به اصطلاح حمایت و مقاومت ما باشن، مگر اینکه این حمایت ما با قدرت خوب، این مقاومت ما با قدرت خوب شکسته بشه، به سمت بالا حرکت بکنه، مثلا تا 1,700,000-900,000 بیاد و بعدن همین، یعنی 1,500,000 تقریبا 1,600,000 که اینجا کشیدیم میشه حمایت مهم بورس ما، که خب هنوز این اتفاق نیفتاده ولی احتمالش هست تو روزهای آینده این اتفاق بیفته. در ارتباط با شاخص کل هموز هم که خب چند وقت پیش ما صحبت کردیم، الان دیگه واقعا از کانال نزولی خودش خارج شده و با قدرت تقریبا خوبی میتونیم بگیم که رد کرد کانال نزولی را و در حال میتونه الگوی پرچم را بزنه و شاهد الگوی پرچم باشیم، که الان میبینید توی این چند روزه هم خیلی خوب اومده بالا و در هر حال اینجا رو نگاه بکنی، این پرچمی که ما داریم ازش صحبت میکنیم چه دسته بلندی هم داره و در هر حال احتمال اینکه خوب رشد بکنه شاخص کل هموزن وجود داره، یعنی اینکه احتمال اینکه شاخص کل تا 2,000,000 برسه الان وجود داره و یا حتی بیشتر البته این به مفهوم نیستش که الان یه مرتبه و تخت گاز بیاد برسه مثلا تا 2,000,000 و اینم تخت گاز حرکت کنه، نه، در حال الان افتاده بالای این خط و تغییر کانال داده به یه کانال دیگه، صعود کرده شاخص کل هموز و این خط براش یک حمایت قوی محسوب میشه. بنابراین بعید به نظر میرسه این هم بخواد مجددا به سمت پایین کانال خودش، کانال قبلی خودش حرکت بکنه و روی این خط حمایتی قطعا حمایت خواهد شد. یه موقع نگرانی های سهامداران نسبت به بورس کمتر شده، البته خب قطعا قیمت دلار هم بالا رفته، یعنی چیز بدیهی هستش الان این که ما انتظار داشته باشیم قیمت ها به این صورت اومدن بالا. رمپنا، لوتوس، ساینا و پخش، قشهت، بگیلان، تکنو، هرمز، فخاس، همچنین کگوهر در لیست الگو ساعتی ها ما هستن، احتمالاً چند تاشون تو صفحه خرید مونده بودن که الان داریم این گونه میبینیمشون و باید دیگه برای الگو ساعتی بیشتر دقت بکنید، یعنی ببینید که واقعاً کدومشون حرکت کردن تو اون ساعت‌های آخر، شاید بعضیشون تو صفحه خرید گیر کرده باشه. خب بیت کوین رو می‌بینید که امروز 700,000,000 رو هم پشت سر گذاشت. خب قطعاً با بالا رفتن قیمت تتر در حدود 41,800 تومان، قیمت 745,000,000 تومان هم برای بیت کوین جالبه. از نظر ریالی خوب اومده بالا و از نظر دلاری خیلی تغییر چندانی نداشته، با تجربه این که فعلا بازار دلار هم جهانیش تعطیله و حالا باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. خب یه خبر داشتیم برای تولید کننده های اوره که شرکت هایی که حداقل 50% محصولات تولیدی خودشون را به بازارهای صادراتی میفرستن مالیاتشون معاف میشه، معافی مالیات صادراتی اوره را خواهند داشت و خب این تأثیر بنیادی خوبی را بر این نوع محصولات میتونه داشته باشه.
حداقل در دراز مدت، به خاطر اینکه هم دلاره داره گرون میشه، هم اینکه دیگه اینا قرار مالیات ندند. یعنی از دو جناح تولید کننده های اوره، علل خصوص شرکت پتروشیمی پردیس که درصد بیشتری از محصولات خودش رو راهی بازارهای صادراتی میکنن، از این خبر تأثیر خواهند گرفت. بقیهشون هم بالاخره شاید بررسی باید بشه ببینید چی جوریه. فردا 506 خودروی دیگنیتی دیگه توی بازار بورس کالا قراره به فروش برسه. انجمن جهانی آهن و فولاد از رشد 8.5% تولید فولاد ایران در 11 ماهه ابتدای سال میلادی خبر داده. امروز بازار ما خیلی هم خوب باز شد، 149 نماد در صف خرید و فقط 7 نماد در صف فروش قرار داشتند، ولی متاسفانه بقیه اطلاعات را نزدند. یعنی امروز ساعت من صبر کردم برنامه را میذارم دیرتر براتون تهیه کردم، ساعت 6 الان تقریبا 6 عصر 3-4 ساعت صبر کردم ولی اطلاعات دیگه را نزدند. تو هیچ سایت دیگه هم نزده، نمیدونم چندین منبع بود که من ازشو میدم، علتش هم چیه حالا واقعا نمیدونم که چرا امروز این اطلاعات رو نزدن یا دیر میخوان بزنند. حالا فردا انشاءالله اطلاعات امروز رو هم خواهیم دید، ولی اونجوری که به نظر میرسه ارزش دلاری بازار کم شده یا حداقل در حد دیروز بوده، بخاطر اینکه دلار در حال 500-600 تو آمده بالاتر، ولی بورس آنطوری که بایستی مثبت بخورد نخورده، 8% مثبت. شاید مثلا اگه 2% رو خورده بود با قیمت دلار تقریبا کاور میکرد، ولی فعلا یه مقداری پایین تر بوده رشدش و میتونیم بگیم که هنوز هم جا داره اگر که دلار بالا بره بورس هم بالا بره یا ثابت بمونه، حداقل بورس هم یک مقداری مثبت رو بخوره و حداقل 1.6 میلیون رو ببینه توی این هفته. خب تشکر میکنم از همه دوستانی که برای ما پیام میذارن، آقای مجید غلامی آیدی ای انگوری که اعتقاد دارن احتمالا نوبت بانکیاست که شاخص را بالا بکشونند، و خب حالا ما یه نگاهی اصلا به اینجا بندازیم. بانکی‌ها تو این مدت، تو این چند روزه خب خیلی عملکرد خوبی نداشتن، البته خب با این بایکوتی که شدن بانک‌ها این تقریبا عادی هم به نظر میرسه، مگر اینکه واقعا دستوری بخوان بیاندشون بالا که اون یه قضیه دیگه است. توی به اصطلاح استخراج کانه‌های فلزی می‌بینیم که کگل امروز هم عملکرد خوبی داشت، شنبه و یه شنبه و دو شنبه. دوباره اگر شنبه خریداری کرده بودید فکر میکنم یه 10% توی این سه روز که گل اومد بالا، و خب اگه تو باشه جزء بررسی کردیم جمعه گفتیم موقعیتش هم مناسب هستش فعلا، و امروز هم عملکرد خوبی داشته. فلزات اساسی هم در مجموع تقریبا رضایت بخشه، چند تا سبز خوب دارن و خب چند تا خاکستری خوب، از قرمز خیلی خبری نیست. خودروی ها در حال بازار سبزشون خیلی بیشتر از خاکستری یا قرمز به چشم میخوره. پتروشیمی ها هم امروز سبز بودن. خب قطعا با این خبری که در ارتباط با اوره هم اعلام شد انتظار داریم اونا که اوره تولید میکنن یه مقداری وضعیتشون بهتر بشه. فرآورده های نفتی بانکی ها امروز خیلی خوب نتونستن حرکت بکنن. بقیه گروه ها خب اغلب سبز هستن و تعداد نمادهای سبزشون امروز بیشتر از بقیه به چشم میخوره. تشکر از آقای فرهاد، همچنین آقای حسین، آقای مهدی احمدی، آیدی MKH میگن که سیگنال بدید، هر روز اتفاقات رو توضیح میدید. در حال ما این برنامه مون ببینید بررسی بازار بورس هستش، ما برنامه سیگنال دهی توی این به اصطلاح برنامه ها نداریم. ما وقتی هر روز بازار رو بررسی میکنیم و اخبار رو وسط میبینیم و اینکه بعدا برخی از نمادها رو هم به درخواست شما بررسی میکنیم، در حال شما بایستی تصمیم بگیرید که بر اساس این اطلاعاتی که داره در اختیارتون قرار میگیره و اون ریسک پذیری و برنامه‌ای که دارید
کدوم نماد رو باید بخرید. مثلا ببینید من خودم شنبه مقداری که گل خرید کردم برای خودم، این موقع پول نقد داشتم، نه اینکه مثلا چیز دیگه بفروشم و تبدیل بکنم، نه، به خاطر اینکه من اعتقاد دارم بقیه سهامی هم که دارم سهام خوبیه، اونام بالا میاد، ولی خب مقداری نقد داشتم مثلا خرید کردم، اونم به واسطه اون به اصطلاح درخواستایی بود شما کردید و نگاه کردید مثلا این یکی تو موقعیت مناسبیه، این دو سه روزم که دارم میبینمش خوب اومده بالا، ولی خب حالا برنامه من شاید با برنامه شما متفاوت باشه و شاید نمادی بهتری از اینم حرکت کرده باشه، من نمیدونم. حالا شما بلند مدت میخوای فکر کنی، کوتاه مدت میخوای فکر کنی، برنامه هامون با هم فرق داره، اینه که من بیام بگم شما اینو بخر که اینجوری نیست، ولی خب ما میگیم این یکی در وضعیت مناسبی برای خرید، شما میتونید بررسی بکنید، ارزیابی بکنید. فعلا در هر حال مقاومت 1,600,000 رو بایستی یه مقدار حواسمون بهش باشه. درسته دلار داره خوب بالا میره، ولی بالاخره مقاومت داریم، حواسمون رو باید این مقدار مقاومت جمع کنیم، ببینیم حالا چه اتفاقی میخواد بیفته، ولی احتمال داره این مقاومت رو هم به خوبی رد بکنیم. تشکر از آیدی ساجو جعفری، آیدی نوید، آیدی فریده، آیدی گلبانو، آیدی آقا سجاد و بقیه دوستانی که برامون کامنت میگذارن. منتظر نظرات خودتون هستم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.